رضا طالبی، روزنامه‌نگار رابطه بین الملل از ترکیه، همراه ما هستند. آقای طالبی، شنیدیم واکنش‌های بین المللی بسیار گسترده بود در پی کشته شدن مهسا امینی. آیا این واکنش‌ها می‌تونه پاسخگو بکنه عملکرد جمهوری اسلامی رو و تأثیر بذاره روی برخورد جمهوری اسلامی با زنان؟ سلام ورزاده. ببینید، ما با یک سیستمی مواجه هستیم که به چشمای شما نگاه می‌کنه و دروغ می‌گه. سیستمی که نه پاسخگوست و نه شفافیت داره. جمهوری اسلامی در هیچ یک از مسائل و در هیچ یک از کشتارها و اعمالی که انجام داده هیچ وقت به مردم پاسخگو نبود. همونطور که آقای جنتی میگفت که ما فقط در قبال رهبری و خدا پاسخگو هستیم. یعنی یک سیستمی وجود داره که اگر این رو هم تحت فشار هم قرار بدید، حتی بر اون اعمال تحریم هم بکنید، این سیستم پاسخگو نیست و جواب نمیده. در رأس این سیستم کسی است به نام خانم انسیه خزعلی که اصلا صورت مسئله را رفع میکنه و حل میکنه. میگه که اصلا ما گشت ارشادی نداریم. اینکه کشته شدن یک دختری در دست گشت ارشاد چنین واکنش هایی رو هم از داخل و هم خارج در پی داره، ولی که اگر چنین واکنش هایی به صورت موقت باشه هیچ تأثیری در مورد پاسخگویی و مسئولیت پذیری جمهوری اسلامی متاسفانه نداره. جاوید رحمان خواستار تصویب قطعنامه در مورد محکومیت حجاب اجباری در ایران شده. فکر میکنید که چقدر ممکنه که همچین قطعنامه‌ای تصویب بشه و در صورت تصویب شدن چه تأثیری بذاره بر روی عملکرد جمهوری اسلامی و چه تبعاتی براش خواهد داشت؟ ببینید، تا الان بیش از 60 قطعنامه و بیانیه نسبت به نقض حقوق بشر در ایران تصویب شده و متاسفانه چون این قطعنامه ها به صورت میدانی و یک واکنش جدی روی کار نیومده، بر جمهوری اسلامی تاثیر نذاشته. جمهوری اسلامی عادت کرده به یک سیستمی از سوی غرب و اروپا و حتی جامعه جهانی که این تحریم ها، قطعنامه ها و این واکنش ها چیزی جز روی کاغذ نیست و این جمهوری اسلامی رو جریتر کرده. اگر قطعنامه هم در صحن شورای سازمان ملل متحد مجدداً تصویب بشه بدون اینکه بیان بر روی جمهوری اسلامی فشاری وارد بکنن و اکتفا بکنن به تحریم چند نفر و این چند نفر مهره‌های حساسی در خود جمهوری اسلامی ایران نباشه، باز جمهوری اسلامی ایران جریتر خواهد شد و منفعل نمیشه. متشکرم از توضیحاتتون. رضا طالبی، روزنامه‌نگار روابط بین‌الملل از ترکیه همراهمون بودید.